درود بر دوستان عزیز و مهربان کانال یوتیوبی یادگیری. امروز یک شنبه 27 دسامبر سال 2020 هست. از عکس و اسم ویدیو مثل همیشه مشخص نمیخوایم در مورد چی حرف بزنیم و این بار اسم این تندباد رو گذاشتن هرمینه. دوستان عزیز، چیزایی که من توی اخبارهای مختلف خوندم و فارسی یک بار میگم، بعد آلمانی با همدیگه یک نگاهی بهش میندازیم. صحبت از تندبادی هست که از سمت انگلستان به راه افتاده، به آلمان خودش رو رسونده و به سمت فرانسه امتداد مسیر میده و به سمت شرق هم خواهد رفت. تا دیروز توی فیرشتوفه‌ای که برای تندبادها در نظر میگیرن بهش یک داده بودن و سرعتش رو کمتر پیش بینی کرده بودن، الانی که به آلمان رسیده گفتن الان به 80-85 کیلومتر بر ساعت هم ممکنه برسه، به خاطر همین شتوفه 2 بهش دادن. در قیاس با سری قبلی که توی فوریه بود، اون شتوفه 3 بود. میخوام بگم یعنی کمتر از اون هست، ولی به هر حال زیاده به دو علت. یکی این که باعث میشه که شاخ و برگ شاخه های درخت ها زیاد بشکنه. اگر ماشینتون رو جایی پارک کردین که به درخت نزدیکه، ترجیحاً جابجا کنید. اگر هم زیر درخته که 100% جابجا کنید. اگر شاخه درخت بیفته روی ماشین 100%، خب خط و خش و حالت آسیب زدگی ایجاد میکنه. بیمه هم اصلا پول نمیده برای این قضايا، مگر که بیمه‌تون فول باشه و اونم که به هر حال با ضرر اقتصادی همراه خواهد بود و دردسرای بیمه. دو اینکه ممکنه تابلوهایی که توی زمین فرو نیستن، موقت روی پیاده روها و اینجور جا هستن، ممکنه وسط خیابون پرت بشن. به خاطر همین اگر با بچهتون مخصوصا بیرون میرید، خیلی مواظب باشید که اگر این تابلوها نزدیکتون هستن مسیرتون رو عوض کنید. دوم، اگر مسافرت غیر ضروری دارید که با ماشین میخواید برید، ترجیحاً شاید یکی دو روزی عقب بندازین، چون توی اتوبان ها مسلما تندبادا خیلی قوی تر عمل میکنن. اگر هم ماشینمون کوچیکه که دیگه بدتر، ماشین رو حسابی تحت فشار قرار میداد. کسایی که رو تجربهش دارن میدونن چقدر سخت توی طوفان رانندگی کردن و خطرناک، و با باران هم همراه خواهد بود بعضی جاها. این دو موردی که به عنوان پیشنهاد من خدمتتون عرض میکنم و خلاصه حواستون بدجوری به خودتون باشه تو این شرایط که هر روز یه اتفاق جدید و مزخرف میاد. Unwetter Warnung. Unwetter یعنی بدی آب و هوا، Warnung یعنی اعلام خطر، یه اعلام خطر بد شدن هوا. Wintersturm زمستان، طوفان، طوفان زمستانی همینه با برف و اورکان بوئن. این کلمه رو میشه یکم روش توضیح داد. اورکان میشه طوفان، گردباد. به اینا میگن بادی که خیلی شدیده بهش میگن اورکانه. بو میشه باد ناگهانی. یهویی وایسادی، یهویی باد خیلی تندی میاد، زودم قطع میشه. وینترشتوم همینه قاوشت مارگن آف دویچلند سو. اون تند بادی که گفتیم اسمشو گذاشتن هرمینه، راوشن میکنه. راوشن برای باد به کار برده میشه، خشخش کنان به سمت جایی که رفتن باد رو بهش میگن راوشن، و معنی جاری شدن هم داره برای باد. مثلا بادها به اون سمت جاری خواهند شد، مارگن یعنی صبح به سمت آلمان جاری خواهند شد. و این رو که ما گفتیم به فارسی، جای مهم هاش رو من بیشتر سعی میکنم بخونم. اینجا در واقع گفته که بزاندس بتخفن است، به طور خاص. بتخفن از فعل تخفن میاد، یعنی برخورد کردن. بتخفن یعنی میگه که به اونجاها میرسونه خودش رو. کجاها؟ دیناز کوست، دریای شمال. کوست هم که میشه ساحل، ساحل های دریای شمال. و به کل غرب آلمان. شپرت اوخ بعدن، یعنی فکر میکنم زور بعد از زور. اوخ دی میت اونت در زون، همینطور وسط و جنوب آلمان.
Im Osten gibt es auch Wind. Der Schark haben Bord, aber er ist schwächer, weil die un saifter. Dabei kommt es im Westen bis runter zu Sturmböen bis 80 oder 85 km/h. تا به سرعت 80 تا 85 کیلومتر بر ساعت هم میرسه. خیلی بالاه. In höheren Lagen erwarten wir schwere Sturmböen um 100 Kilometer. در قسمت های بالایی لاگن منظور قله کوه ها و نمیدونم جاهایی که تپه ماهوری است و اینجور جاها میگه erwarten wir منتظر این هستیم که تا سرعت 100 کیلومتر هم خودش رو برسونه. این گیپفللاگن در قسمت های قله کوه ها دقیقا اوند اند کوست و همینطور در ساحل ها سواحل بیس سو هندت 20 کیلومتر پر شتونده تا به 120 کیلومتر در ساعت هم خودش میتونه خودش رو برسونه. دس وره اورکان شتärke و این قدرت یک اورکان هست، قدرت یک طوفان هست به این شدت در قسمت های گفتیم قله ها و قسمت های ساحلی. اوکی، فکر کنم برای امروز دیگه کافی آلمانیت گرفتن اون و اخبارم که دیگه فهمیدیم که شرایط به چه شکل است. روز خوبی براتون آرزو میکنم.